درود خدمت شما تریدرها و سرمایه گذاره بازار مالی تکنیکالیستای درجه یک به هفته پایانی ماه میلادی می نزدیک میشیم. هفته آخر می هست و چارتای بسیار جذاب و البته اخبار بسیار مهم که تا انتهای این ویدیو کوتاه همراه هم باشی. قطعا میدونم که روزهای مختلف رو میدونی چه اخباری خواهد بود. روز دوشنبه همونجوری که هفته گذشته اعلام کردم به علت روز مموریال دی بانک مرکزی آمریکا تعطیل، البته بانک مرکزی بریتانیا هم تعطیل خواهد بود، اسپرینگ بانک هالیدی داره و کلا بازار مالی تقلق، یه جورایی بگیم دو تا بانک مرکزی مهم تعطیله، میتونه فشار و حرکت روی بازار کریپتو باشه، در موردش توضیح میدم. و البته خیلی مهمه که بدونین در حقیقت روزایی که اینجوریه شاید مومنتوم روزای قبل باشه یا اینکه حرکت‌های اصلاحی زده بشه. از هفته گذشته اعلام کردم که پوزیشن اگه دارین برای لانگ ویکند در واقع ببندین که مشمول شاید اسپرد، شاید جهش قیمتی، شکاف قیمتی یا هر هزینه‌ای که در واقع بابت نگه داشتن پوزیشن میشین نداده باشین، این هزینه رو متحمل نشین. نکته دوم، روز سه شنبه دیگه کارمون رو شروع میکنیم. روز سه شنبه خبر خواهیم داشت، خبرهای مهم خواهیم داشت. مهمترین خبر روز سه شنبه 28 می کانسیومر کانفیدنس خواهد بود، روزی که البته لایو نیویورک داریم، سشن نیویورک با باز شدن بانکای آمریکا در واقع لایو خواهیم بود از طریق یوتیوب با تحلیل تکنیکال و البته بررسی اخبار در کنارتون هستم. روز بسیار مهمیه توی بازار و ببینیم چه اتفاقی رو رقم میزنه. حتی همین خبر S&P CS در حقیقت میتونه خیلی بازار رو تحت شعاع قرار بده، چون سالیانش عددش هم عدد جالبیه و البته جایی داره که بریم در موردش تحقیق کنیم که چه اتفاقاتی رو افتاده و رقم زده. کانسیومر کانفیدنس میتونه مهمترین باشه. این روز سه‌شنبه به پایان میرسه. چهارشنبه صبح CPI بسیار مهمه، دلار استرالیا رو خواهیم داشت، خبرهای تورمی که میتونه تاثیرگذار باشه. روز چهارشنبه CPI اروپا خواهد اومد، خیلی مهمه. تو آمریکا مانیفکتچر ایندکس میاد، ریچموند مانیفکتچر ایندکس که میتونه تاثیرگذار باشه. لایو داریم در موردش صحبت میکنیم. روز پنجشنبه خبر بسیار مهمه، ایالات متحده GDP خواهد بود. GDP که بسیار مهمه میاد و به نظر یه کاهشی رو داریم تو GDP، میتونه تبعات جالبی رو به همراه داشته باشه که قطعا میدونم لایو کنارم خواهی بود. دو تا سه تا خبر مهم دیگه هم مثل هوم پرایس، در واقع پندینگ هوم سلز یا قیمت خونه یا خونهایی که در حال در واقع گذاشتن برای فروش، اینم میاد که بسیار میتونه جذاب باشه. اگه اینجوری که در واقع پیش بینی میشه بازار رو کاملا میتونه به هم بریزه. ماه گذشته 3% بوده، این ماه این عدد خیلی پایین اومده. چرا یه عده خونه رو نمیفروشن؟ به دلیل اینکه احتمالاً یا حس میکنن خونه در واقع گرونتر میشه، خونه هاشون رو در میارن از لیست، یا اینکه در واقع احتمال تغییر بهره بانکی میدن. خیلی از اونایی که میخواستن بفروشن به هر دلیلی پشیمون شدن، چون الان حس میکنن شاید بهره ها تغییر بکنه. خیلی روز مهم میخواهد بود. توی ژاپن CPI روز پنجشنبه میاد، PMI در واقع بگیم جمعه صبح دیگه، اینا میشه بازار آسیای جمعه صبح، و در واقع PMI مانیفکتچر، PMI چی میاد که بسیار هم مهمه. اگه تغییرات جالب و مثلا بگیم بیاد زیر 50، اتفاقی که میفته روز جمعه بازار آسیا با این ولتایل بودن، اگه PMI مانیفکتچر PMI در حقیقت چین بیاد و یه عدد عجیب و غریب باشه، میتونه بازار آسیا رو تنش شروع بشه و بازار بره برای مهمترین خبر ماه، شاید بگیم که فد منتظرش بوده، خبر تورمی PCE که بسیار مهمه و البته شاید این عددش دستخوش تغییر بشه. خبر آخرین خبر هفته است که به نظرم کل این هفته شاید راید ادامه پیدا بکنه تو مسیری که هست، یا اینکه بازار یه اصلاحی رو داشته باشه و رسیدن به این دوتا خبر GDP و در واقع PCE باعث بشه که در واقع بازار یه حرکت های دیگه رو بزنه. این هفته حواست باشه.
لایو نیویورک رأس ساعت 8 صبح به وقت نیویورک و البته میشه با هلوش 15:30 به وقت ایران رو از دست نده که از طریق یوتیوب به صورت زنده روی چارتا خواهم بود و لایو براتون توضیح خواهم داد. خب بریم سراغ چارتا. اول از همه با چارت S&P شروع میکنم. S&P که بسیار جالب قرار گرفته، محیط در واقع حرکتیش بسیار قشنگ بوده، دامنه خوبی رو از حرکت گذاشته، پرکردگی های زیبا و حتی کندل بسته شدن کندل جمعه. چند تا حرکت رو میتونیم ببینیم از داو جونز. یکی این که در واقع داو جونز بیاد همین جوری به مسیر خودش ادامه بده، یعنی این کندل روزانه که بسته شده روز دوشنبه یا حالا بگیم سه شنبه، البته دوشنبه شاید بازارش باز باشه، بسته به بروکرتون حتما چک بکنیم با بروکراتون، اما میتونه حالا شاید هم سه شنبه بیاد این مسیر رو بعد از رد کردن این دوتا کف بیاد حرکت بکنه برسه به ناحیه بعدیمون که احتمالش ضعیفه، چون زمانی که دوتا لو اینجوری داریم عموما قیمت اگه برسه جمع میکنه و یه پول بک میده. حالا نوع دومش اینه که اینجا بیاد تو کوتاه مدت یه حرکتی رو داشته باشیم، این زیر رو جمع بکنه، برگرده بره برای اصلاح، اما تو تایم فریم های پایین کوتاه مدت تر در واقع یه حرکت پایی بده که میتونیم ازش بهره ببریم. قیمت تا کجا میتونه بیاد بالا؟ یه ناحیه اینجاست و یه ناحیه بالاترش داره که میتونه از این دوتا ناحیه در واقع ریزش خودش رو ادامه بده. میتونه توی کوتاه مدت تو تایم فریم پایین در واقع با جمع بعد از جمع کردن این دوتا کف، کف روزانه، این حرکت رو بزنه، اون موقع میتونه یه فرصت بای تو این اصلاح یا پول بک باشه. اما اگر در واقع قیمت بخوایم ببینیم کجا بایر خواهیم بود، اگر قیمت مستقیم برسه به این ناحیه، اینجا شاید محیطی باشه که برای ما فراهم بکنه یه حرکت بای، شاید هم یه سوینگ بزرگ رو برامون بده. ببینیم چی کار میکنه. چارتی که به نظرم 15 دقیقش یه جوری بسته شده که قتلگاه خواهد بود. اگه بخوایم حرکت رو بگیریم از این پایین به صورت فالس بریک اوت بیاد بالا، ناحیه بالا هم داره برای در واقع ادامه ریزش. این از چارت داو جونز. نظرتو بنویس زیر کامنت ها. وقتی میگم نظرتو بنویس، به عنوان کسی که اگه تحلیلگر باشی یه جمله برای خودت مینویسی، برام مینویسی، نه اینجا کامنت ها باعث انتشار ویدیو میشه. فقط سالهای سال از بچه ها درخواست میکنم که بنویسین، که بیان یه خط تحلیل بنویسن. برای چی این کار میکنم؟ تمرین بشه برات، برای اینکه به جهان نشون بدی که تو تحلیلگری، هر جا روی چارتی نظر داشته باشی میتونی نظرتو ابراز بکنی، نه فقط زیر این پست، زیر هر پستی که میبینی اگر چیزی، فاکتوری اون چارت رو بررسی میکنه حتما سعی کن نظر بده، صاحب نظری. فقط ویو نگاه نکن، این ویدیو رو نگاه نکن ویو بگیره، برای ویو گرفتن نذاشتم، برای اینکه بیای مشارکت کنی، مخصوصا اون بچه‌ای که تو گروه وی آی پی ان، مخصوصا اون بچه‌ای که دوره گذروندن، مخصوصا اونایی که خودشون رو تریدر میدونن. اگه به سادگی بگذری، جهانم به سادگی میگذره، میگه این صاحب نظر نیست، چون الان چارت رو دید، هیچ نظری نداد، نه تایید کرد، نه تکذیب کرد، نه واچ لیست داره، نه وقتی که رضا داره بهش میگه یا اصلا استادای دیگه بهت میگن فعالیت نمیکنه. باید قدم برداری برای موفقیت خودت. کامنت گذاشتن تو زیر این پست یا نذاشتنش برای ما هیچ فرقی نمیکنه. سالهای سال، دهه هاست که من دارم میذارم دیگه امسال پایان سال 10 سال یوتیوب تمومه، یعنی اینکه 10 سال گذشته من گذاشتم هر هفته گفتم کامنت بذار. چرا؟ بعد 10 سال میخوام بهت بگم به خاطر این موضوع، به خاطر اینکه نشون میدی، ارتعاشش رو میفرستی، آقا من این ویدیو رو دیدم، فلان چارت رو تایید کردم. بعد اون موقعی که سر به زنگای باید ترید بکنی، اون موقع فراموش میکنی، اما اگه نوشته باشی ذهنت آماده است. این یه توضیح کوتاه. بریم سراغ چارت طلا. طلا فوق العاده جذاب شده. طلا ماهیت شکل چارت شبیه داو جونز، اما باید بدونیم طلا یه مقداری فرق میکنه، چون طلا نشسته روی یه دونه در واقع هایلو مهممون، بسیار جای مهمی نشسته. به نظرم این هفته طلا با توجه به اینکه خبرهای مهمی رو دلاره، میتونه ولتایل بشه و به نظرم شانس این رو داره
که یه مقداری از اینجاها بلند شه. حالا اگه حرکت رو کسی ریزش میدونه، که به نظر من هنوز ریزشی صورت نگرفته، این حرکت میتونه خیلی سریع خورده بشه با یکی از خبرهای هفته یا انتظار هفته، که حتی شاید طلا رو بکشونه به آل تایم ها. یعنی اصلا نمیشه از این گذر کرد، چون اولین های و لو، اگه بگیم اینجا لو بوده، اینجا های آخرمون، اینجا های جدیدی بوده که ثبت شده. پس بازار دنبال یه لو میگرده. اگه حرکت نزولی باشه، اگه ساختار کلی طلا نزولی باشه، قاعدتا این لو رو باید بگیره که هنوز نگرفته. پس یا بازار داره جمع میکنه انرژی خودشو شروع بکنه به بالا رفتن مجدد، حالا اگه بخواد بیاد بالا دیگه با توجه به خبرها شاید روی این ناحیه‌ای که گذاشتم دوباره شروع کنه ریختن، یا اینکه بازار میخواد بیاد یه دونه ریتریس یا اینجا انجام بده، یا شاید هم دهنکجی بکنه به همه بایرها و روز دوشنبه با باز شدن بازار این یار تو دلی رو کاملا بشونه. همون نکته‌ای که رو داو جونز گفتم اینجا تکرار نمی‌کنم، میتونه اینجا در واقع یار تو دلی باشه که مستقیم بازار رو بریزه، از این رد شدن این مستقیم میاد حرکت کنه بریزه و یه اصلا اتفاقات دیگه رو شکل بده، بره برای زدن یه لو، یه لویی که اون موقع میتونیم بگیم بعد از زدن این لو ما در واقع روند ما شاید تغییر کرده باشه، تغییر خواهد کرد. یه مقدار شاید جمله هامو با هیجان بگم، خودت میگیری مطلب، و هر جا حرفام برات make sense نکرد یا به قول معروف برام تعبیری که دارم نشون میدم به ذهنت نیومد، حتما سوال بکن تو کامنت ها، بچه ها هستن پاسخ بهت میدن و خودم هم نگاه میکنم کامنت ها رو. نکته مهم طلا، نگاه کنی ناحیهش خیلی مهمه، بازم مثل داو جونز میتونه این دوتا رو جمع بکنه، شروع کنه تو کوتاه مدت بالا اومدن، یه فرصت فوق‌العاده میتونه باشه. یه شاید حرکت 100 دلاری 80 دلاری مونده طلا که دو سه روز بیاد طلا تا رسیدن به خبر جی دی پی و شاید هم پی سی ای بیاد بالا و بعد شروع کنه با اون خبرها پایین اومدن. حتما بنویس نظر تو راجع به طلا. طلا درش بازه، طلا هنوز نزول نکرده، یعنی نزولی نشده تو تایم فریم بلند مدت. شاید اگه بریم ویکلی متوجه این موضوع بشین که ویکلی حتی هفته گذشته یه جورایی جمع کردن هفته پیشش هم شاید باشه و تعبیریه که من دارم، اما هفتگیش به نظر میرسه هفته آینده اگه روند درست باشه، این تخلیه درست باشه، آل تایم درست باشه، میتونه بیاد حتی برای شکار همون لوی که گفتم و ورود به کانالای پایین تر. حتما طلا رو دنبال بکنین. چارت بعدیمون سوئیسیه. سوئیسی رو دیگه توضیح نمیدم، توضیحات اضافی نمیدم، میدونم اکثر بچه ها دنبال کردن و البته ناحیه‌ای که داشتیم به نظرم میتونه برای خبر جی دی پی یا پی سی ای یا خبر مهم هفته یکی دو روز رو همونجوری که گفتم نگاه کنین رد نکرده. اون سیگنال 15 دقیقه ای من همچنان پابرجاست و بازم روی سوئیسی هم میتونه این احتمال وجود داشته باشه، بیاد بره حرکت بکنه، برسه این مسیر رو بگیره ادامه اون سیگنال 15 دقیقه، یا اینکه به نظرم میتونه بشینه یکی دو روز یه رنجی رو بزنه بیاد پایین تر، اون موقع جمع بکنه بره بالا. سوئیسی اگه بخواد نزولی بشه به نظرم باید اول از همه این ناحیه رو مجدد بگیره، یه ضعف بایر بده و بعدش سلرا بیان. پس دو سه تا چارت جالب همینجوری که دارم صحبت میکنم خطای متفاوتی کشیدم که قطعا به دردت میخوره. معامله 15 دقیقه ایشم بستم، آبی نفتی که گذاشتم توی در واقع لایو روز جمعه تریدش انجام دادیم توی 1 دقیقه 5 دقیقه 15 دقیقه میتونستیم بگیریم و پایان هفته ای که بسته شد معاملات. چرا بستم؟ میتونستم نگه دارم پایان هفته، اما به خاطر ریسکای بازار اینو نگه نداشتم. خیلی جذاب بود این حرکت و ایستایی قیمت، شاید روز دوشنبه یا سه شنبه دوباره بازار بره، همچنان
این محدوده بازم میتونه تهدید بشه و البته فالس از بالا که جمعه توضیحش رو دادم. اگه ندیدی حتما بررسی کن. چارت خیلی سری روی در واقع نزدک، هم اگه بخوام بگم نزدک دیلیش بالا ایستاده، نزدک متفاوت تر از داو جونز بالاتر ایستاده، میتونه یه مقداری واکنش های دیگه یا داشته باشه، اما نمودار 4 ساعتش به نظرم یکی از بهترین نموداراست که میتونیم ببینیم. هنوز حرکت نزولی روی نزدک نشده و بازار میتونه یه حرکت هایی داشته باشه اینجا، حتی شاید بره بالاتر، سنگین تر بره بعد از این زده شدن این بایر روز پنجشنبه یا اومدن بایرات و در واقع مارکت پنجشنبه. به نظرم میتونه جذابتر از این عمل بکنه. برام بنویس که نزدک رو کجا میبینی؟ نزدک رو به نظرم همچنان من صعودی میبینم، مگه اینکه بیاد اینجا رو کاور بکنه. حالا شاید هم تایم فریم های کوتاه مدت مثل 15 دقیقه از این ناحیه ما سلاش رو زدیم، حرکت های خوبش رو گرفتیم، معاملات بسته شده آخر هفته، شاید اینجا دوباره تو این محدوده بیاد حرکت بکنه یه سلو بده، یا اینکه روز در واقع دوشنبه سه شنبه برای خبرهای آخر هفته بیاد دوباره جمع بکنه از این محدوده، یه فشار بایی بده، حرکت بکنه، بره به اون سمتی که شاید این سقفو بگیره که خیلی نزدیک شد بهش. البته اگه روی سایکل ریزشی باشه قاعدتا این سقفو نباید بگیره چون لوش زده شده، و بعد بیاد آروم آروم بعد از گرفتن اینا شروع کنه جمع کردن. بازار چند وجهی، خیلی از چارتایی که میبینیم در بین در واقع روند صعودی و نزولی قرار دارن که قطعا میتونه بازار رو جذابتر بکنه. چارت نفتم دیلیش قطعا این هفته میتونه ولتایل بشه، هفتگیش رو نگاه بکنیم و البته دیلیش که جمع شدگی خوبی رو از روزهای گذشته نشون داد و به نظرم دیگه کم کم داره نزدیک میشه به اون احتمال رسیدن و جمع کردن این سری در واقع این سری از در واقع استاپ های اوردرها، یا اصلا بگیم رسیدن به این ناحیه بالایی. روز جمعه خوب بسته شده، اگه اینجوری باشه بعد یه دونه حرکت اصلاحی شاید یه شادو تبدیل بشه به یه حرکت بزرگ و قیمت بیاد بالاتر. فعلا با توجه به اینکه روی این ناحیه نشسته توقع دارم که ببینم چی کار میکنه و اون موقع شاید تو تایم فریم های پایین مدت کوتاه مدت در واقع کار بکنم. در مورد بیت کوین یه ویدیوی جداگونه در اختیارتون قرار میدم و طی ساعت‌های آینده یا شاید فردا آماده بشه. حتما بنویس برام اگه جوفرز خاص فارکسی یا چارت دیگه یا میخوای تحلیل بکنم برات، بنویس و البته از روندهای بازارم بنویسم.